به یاد او که با ناحق نساخت. شهید قیام علی فاضلی. علی فاضلی هستم از مازندران سرسبز. خرداد 1372 در آمل به دنیا آمدم. لیسانس حسابداری داشتم و کارم حسابداری بود. جوان ورزشکاری بودم که با ورزش خودم رو سرحال نگه می داشت. من همون پسر شادی بودم که به دنبال آزادی می گشت. هیچ وقت از یافتن راهی برای رسیدن به آزادی غافل نبودم. همون که بی ترس و بیم در روزهای قیام از نزدیک بودن آزادی و پایان سلسله آخوندیان می نوشتم. با شروع قیام سراسری راه رسیدن به گم شده‌ام، یعنی آزادی رو پیدا کردم. شرکت فعال در قیام. من هرگز از مردن تو این راه نمی ترسیدم. به پدر و مادرم هم گفته بودم که من رو شهید این راه حساب کنن. دیگه از جونم برای مبارزه با این رژیم فاسد گذشته بودم. به خاطر همین بود که از رو بسته بودم و تو استوری هایی که میذاشتم علناً علیه آخوندها مینوشتم. دیگه ترس در من معنایی نداشت. خیلی وقتا میرفتم دانشگاه آمل و چهار جمع میکردم و براشون صحبت میکردم که چطور تجمع بکنیم و آتش اعتراضات رو شعله ور نگه داریم. و تا زمانی که زنده بودم نذاشتم آتش اعتراضات تو آمل خاموش بشه. به خاطر همین فعالیتام بود که مزدوران خامنه‌ای شناساییم کردن. اونا میدونستن که من از لیدرهای اعتراضات هستم. عاقبت روز 5 آبان که آفتاب تازه پشت جنگل‌های شهرمون غروب کرده بود و من تو خیابون حراز که خیابون اصلی آمل است داشتم بچه‌ها رو جمع می‌کردم تا تظاهرات رو شروع کنیم، پاسداران وحشی خامنه‌ای محاصرمون کردن. از دو طرف کوچه آفتاب 26 رو که ما توش جمع شده بودیم بستن. اونا روی ما آتیش باز کردن. پاسدارا در نزدیکی مقرشون من و دوستم هادی چاکسری رو با شلیک مستقیم کشتن. جنازه های ما رو دزدیدن و رذیلان ما رو بسیجی جا زدن. حتی نذاشتن دوستان روز خاکسپاریم سر مزارمون بیان و ما رو تو آرامستان امامزاده ابراهیم با حضور قاتلانمون به خاک سپردن. اما من اون روز بعد از غروب آفتاب به همون دعایی که کرده بودم و حاجتی که از خدا خواسته بودم رسیدم. الهی کمک کن تا که با ناحق نسازم، برای مشق آزادی بمیرم. خدایم، ای پناه لحظه هایم، صدایت میدهم، بشنو صدایم. و در آن لحظات که با گلوله پاسداران به خاک افتادم احساس کردم که خدایم صدای مرا شنید و من که تصمیم گرفته بودم با این رژیم که سمبل ناحق است نسازم، در راه مشق آزادی جان دادم. بله، من در غروب آفتاب آن روز با گلوله دشمنان آزادی به خاک افتادم. اما مطمئنم که در فردای دیگر با طلوع آفتاب، خورشید آزادی که من برایش جان دادم دوباره از پشت کوه‌های شهرمون طلوع خواهد کرد.